اینجوری که میدونید من قراره یکی از خفن ترین سریالای یوتیوبی رو بسازم به اسم انسان در مقابل طبیعت. برای تولید این سریال ما نیاز به یک قایق داریم. جاهایی که بچه‌ها قراره این چالش رو شروع کنن لب آبه، ولی با اسی جنگل خیلی 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 پیچیده و بزرگ رد میشه و هیچ راه زمینی از خیابون به سمت لوکیشنی که بچه‌ها هستن نیست. یک قایق باید باشه که بچه‌ها رو از توی آب برسونه به لوکیشنشون، از همونجا هم بتونه برشون گردونه، یا اگه اتفاقی افتاد با قایق آدم خیلی راحت‌تر میتونه به بچه‌ها و تیم‌ها دسترسی پیدا کنه. واسه همین من یک قایق دست دوم بادی با موتور توی اینترنت به قیمت 1600 یورو خریدم. وقتی من خریدم گفتم اوکی الان همه چی تمام میشه و قایقو میذارم توی آب و واسه خودم رانندگی میکنم، ولی اینجوری نبود. قایقمو از بس بزرگ بود توی ماشین جا نمیشد، مجبور شدم زنگ بزنم به تسلا بگم من اینو از اینا میخوام. تسلا اومد جلو دم در خونه من، اینو روی ماشینم نصب کرد. قیمت این که اینجا میبینید شاید باورتون نشه، ولی 1500 یورو شد که بتونم قایقمو از نقطه آ ببرم به نقطه بی. اول از همه من میخواستم اوکسانا رو سورپرایز کنم، میخواستم یه ذره اذیتش کنم با این قایق، ولی خب متاسفانه از اونجایی که با هم زندگی میکنیم فهمید جریان چیه. دوستشون دستشان بوتا بودا دیگه نمیتونم اوکسانا رو اذیت کنم. از اونجایی که من دیگه اوکسانا رو نمیتونستم اذیت کنم و من یک آدم بسیار کرمو هستم، به فکرم زد که دوتا از دوستای دیگه همو یه جوری اذیت کنم. اومدم دنبال هلیا. هارمون هم اومدیم دنبالش. یو گایز. چطوری؟ هلیا یه کسی بوده که ما 10 سال هم دیگه میشناسیم، رفیقیم. الان که روز بزرگیه برای من، الان که یه قایق تفریحی خریدم، من به فکر رفیقام بودم. به به. در همون حد یه قایق خریدم 8 متر، 3 تا خواب داره، توالت داره، حمام داره. فکر کنم که از بزرگترین حمومایی داره که تو زندگی دیدی. میتونی اصلا با این قایق بری اسپانیا. مبارکت باشه بابا. خدا من شه. ان شاء الله تایتانیک بشه. به خدا من کلیدشو میدم بری تاپ بزنی. نزدیک شدیم به قایقمون. حالا شاید تعجب کنید چرا ما تو این خیابونیم. دلیلش اینه که اون قایقو ما بعد بریم دنبالش. یعنی اینجوری نیست که خودش بیاد. واسه همین من گفتم حتما میریم لب دریایی. نزدیکمونه دریاچه. بیا. دریاچه در همین بغله. تموم شد رفت. ولی ما قایقو باید بیاریمش چون که هنوز تو دریا نرفته. نو بعد بریم آنباکسینگش کنیم. آماده اید؟ لتس گو. بچه‌ها بریم دنبال قایق. قایقمون رو بیاریم وصل کنیم به ماشین. اینجا هلیا این بود. آره ببین هلیا، حموم دریاچه منظورم بود، بزرگترین حمام دنیا. آره از قایق ما که من این قایق رو واقعا فقط برای سریال انسان در مقابل طبیعت گرفتم. ما بعد این قایق رو دقیقاً از اینجاش وصل کنیم به ماشین. البته اینجا رو من کپی کردم، بعد کپیشو باز کنیم از اینجا وصلش کنیم به ماشین، بعد میتونیم ببریم و بنازیمش توی دریاچه. تو شات ویگ فرتی من بود ایشون گوتورا لوکسوس بود. نگاه نکن یکی 8 متره، یکی چه میدونم مثل مال من 3 متره. هدف قایق چیه؟ رو آب بمونه. اینم رو آب میمونه دیگه. رو آب میمونه. اتاق سه خوابه و بریم اینو ماهول بدیم به سمت ماشین که بتونم به ماشین وصلش کنم. کلید قایقمونه. البته اتاق خواب و پذیرایش کلید نداره، اینو به همه آسونی در میاریم، این قفلش میشه در اصل. جالبه بدونید این قایقه، این چیزی که این زیرش هست چی بگن، گاری میگن چی میگن، اینم شماره تنه داره و پلاک جدا داره، یعنی کسی نمیتونه بدوزه. یعنی این خودش مثل یه ماشین میمونه، سند داره، مدرک داره، اگه کسی بدوزه من میتونم شکایت کنم و خیلی راحت پیداش میکنم. اینجا یه دونه کاب داره که وصل میشه به اینجای ماشین. رغبه بچه این پشت ما هم پلاک داریم هم چراغ داریم. این شانسی بود اینجا یه چند تا کش روش بوده، از این کشا رو متاسفانه دزدیدم. حالا بریم بچه ها قایقمون رو وصل کنیم به ماشین. اینو بعد بیاریم جلو احدی که برسه این ور. همونجوری که خودتون میدونید الان این رو حالت ضربه دره، یعنی اینکه هنوز وصل نیست. بعد این رو حالت ارومانده، یه سیلیندر داره، اینو که تکون بدیم کم کم میاد پایین. الان دیگه چفته دیگه اصلا در نمیاد. مهمترین چیز الان اینه که من اینو آزش بکنم و اینو بیارم بالا بچسبونم به این و اگه مثلا مانعی چیزی اینجا بود به این نخوره و فشار به این وارد نیاد در بیاد. بچا خب ماشینم از این چیزو داره، یه چرخش بدیم تموم شد رفت. یعنی الان اگه ترمز بزنم با ماشین اینم ترمز میزنه، یعنی چراغ ترمزش روشن میشه، هیچ خطری دیگه نداره. از قایقمون که قشنگ پشت ماشین وصله، یه دریاچه هم دقیقاً همین بغل سمت چپه. بیزور ما اینجا رو پیدا کردیم که جلوتر بتونیم قایقمون رو بنزیم توی آب. و آلمان هیچ جای مناسبی نداره مخصوصا بلی، مثلا آدم بره خیلی راحت قایق خوش بودن با ماشین بذاره توی آب. تمام این موتورشو بنازم توی آب و بعد بنزینشو نصب کنیم. بنزینشو الان نصبه، باد تشکش رو کمه آجی. قایق هم آماده است. جی آبم انداختیمش. بچه‌ها آماده اید؟ بفرمایید. با اینو نگه داریم. دختر اول برن داخل کن. اگه میشه کفشاتونو درید. من اینجا نماز میخونم. خیالت راحت برو. اول فاس. نترس. سری بردا برو. آن شورا. حالا اوکسانا باید بره داخل. بابا. اوکسانا سبک ازت تکون نمیخوره. من اگه برم غرق میشه. آلمان برو ببینم چیکار میکنه. آلمان. کاپیتان نو. او.
بابا دست رو باجه کفش رو نخیه یه بگی نره یالا کاپیتان یالا آقا یالا من کفشمو دارم به به داریم از سوال هوای دور میشیم بچه اون پشت که میبینید لاس وگاس یکم بنزین اول اصلا ما باید پمپ کنیم به سمت بالا این مثل دستگاه فشارخونه الان داخل پر بنزینه خب دنده رو بزنیم روی ان ما شاءالله احساس میکنم داریم غرق میشیم قایقه پنچر نباشه من اینو تست نکردم اولین بار دارم تستش میکنم آبجو نیوردیم همراهمون زندگی لاکچری آبجو کم داره الان ما زندگی لاکچری رو داریم این رولکسه نجیشاکه اه بابا میگفتی آره دیگه everything okay از نیویورک داریم دور میشیم بریم به سمت لاسوگاس اومدم خودم سوار بشم بچه این موتورش 5 اسب بخار قدرت داره خیلی الان تو کجایی تو قایقم خب حالا نگاه کن الان تو رو میفرستم اتاق خواب بده بالا تمام الان نگاه اینجا پذیراییه اون بر اتاق خوابه بیا بریم اتاق خواب شیم بیا یالا کسی نیست کسی نیست این حمام به این بزرگی آبش هم تمیز بیا دستشویی هم داره دستت هم میشوری من هر کیو مثلا میگم اینجوری باورش نمیشه که بهزاد چرا تشتی برای من توصیف که اونو نشده اون ببین این الان اگه این بود میتونستیم آیا از ماشین بیاریمش پایین میتونستم یه کشتی اینجوری بخرم ترانسپورتش برام من ایزی نبود واسه همین من اینو بوی کردم بوی پسر میشد نه بوی پسر سل من اینو سل کردم من اینو سل کردم راست میگم بوی کردم این داستان میشه کاپیتان آرمانو دارید بچا اینجا کالیفرنیاست اینجا خاک کالیفرنیاست خاک فرانسه اونجا کاله است میپریم تو انگلیس کاله که پنیره کاله مرز کاله چون از ایشون به یه جزیره یارو این خونه مال خودشه ما اجازه نریم اونجا پارک کنیم سوالشو ببینید اکسانا میخواد یه دور بزنه خطر غرق شدن زیاده very good خیلی آسونه اینو بعد بچرخونید گاز میده ولی این بر اومد بابا بابا بچه اکسانا رانندگیش خوبه نایس تریپ ولی این قایق میدونیم مخصوص چیه آدم بیاد ماهیگیری قبول دارید ولی بچه ماهیگیری توی آلمان هم مدرک میخواد هم باید برید 3 تا مدرک دیگه بخرید شهرداری هم باید برید کارت ماهیگیری برای 5 سال پرداخت کنید خیلی مجوز میخواد یه جوری گواهینامه داره ماهیگیری اونم باید برید امتحانشو بدید 500 تا سواله توی بلژیک هم 1100 تا سواله سوالا رو که جواب دادید اون وقت میتونید ماهیگیری کنید ولی توی سوئد و نروژ برو راحت ماهیگیری کن هیچ کاری بهت نداره خردگه رو لش کن میذارم بوش آقا این کوچیکه خیلی راحت در میره بچه ما این ساحل پیدا کردیم که قایقمون اینجا شارژ کردیم گشنتونه هانگری گشنته هلیا من اینجا رستوران رزرو کردم بریم رستوران البته شما بمونید غذا براتون میارم بریم من غذا رستوران سفارش دادم الان میره با نون پنیر میاد ببین به خدا تو منو دست کم گرفتی آره. بچه ها اینا واقعا من نمیشه آرما الان من کدوم رستوران غذا سفارش دادم ایتالیایی مگه نبود غذایی که گرفتی من گفتی چیه کباب ترکی فکر میکنم من میرم رستوران ایتالیایی واقعا استیک ضرر داره کلسترول داره روغن داره دونر هم ضرر داره ولی ضررش کمتره من اینا رو توی آکسفورد خونده بودم همه رو جدی میگی خلاصه کمتر از استیک و ایناست ضرر مالیش الان 4 تا استیک با همون درمی 80 یورو 4 تا کباب ترکی 4 تا ساندویچ درمی 20 یورو بچه اینم از مغازه ساندویچی که ما قرار بینیم غذای بچه ها رو بینیم بچه اینم از ساندویچ هامون نوشیدنی هم که دست آرمانه بالاخره استیم سمت قایق بچه ها غذاتون اومد آماده اید؟ Hier müsst ihr aufpassen. Da hinten die Ecken, die sind rasierklingscharf. Hier hinten, ne? Ah, okay. Oh, yeah. Lieber dort an, seid auf der sicheren Seite. Super, danke schön, ja. اومد گفتش که قایقو که اینجا پارک میکنه اون زیر خیلی تیزه حواستون باشه اسپاگتی کالبورانا گرفتم براتون اینا این برای تو هلیا آره دونات بده من این برای آرمانه این برای خودمه اینم برای اوکسانا بزنید نوش جونتون به قول ایتالیایی ها از اینجا که داریم غذای ایتالیایی میخوریم اوتون آپاتیتو یعنی نوش جونتون مثلا اوکسانا داره به پنبه می غذا میگه ای جانم این پایینه الان دیدمه اینجا معلوم نبود الان اگه استیک بود به پرنده میتونستی غذا بدید نه خدایی الان خواهش خب اینا نمیفهمن نمیفهم. بچه واقعا چه حس خوبی آدم اینجوری لم داده روی این قایق خدایش بخاری داره این قایق نکن داری گرم میشی آره دیگه میخوایم بخوابیم الان دیگه تمام شد رفت این بود از ویدیو امروز امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید و امیدوارم که از این قایق هم خوشتون اومده باشه حتما الان برسید که با این قایق دیگه چیکار کنیم تا ویدیوی دیگه بای بای